عادتی بودنشون بردر شمالی هستن. و خانم دکتر رهنورد که در واقع دو جور احساس من دارم، جوانیم رو، نوجوانیم رو مقارن با انقلاب با مقاله های خانم رهنورد میگذروندم، تشنه این بودم که پیدا کنم اسلام به زن اجازه قضاوت میده. الان دقدقم نیست دقدقم، یه جور دیگه پیدا کردم که نیازی به این قضیه ندارم. ولی واقعیت اینه که مایی که به اسلام معتقد بودیم و از این راه پیش میرفتیم، این مقاله ها برای ما خیلی، الان من نسبت به همه اونها یک نوع نوستالژی دارم که فکر میکنم شخصیت من رو، بخشی رو مقاله ها ساخت و پرداخت و یه توقف طولانی افتاد در آشنایی با یکی عزیزانی که اینجا هستن و من به افتخار آشناییشون رو در مقاطع مختلف داشتم. همیشه این حسرت رو داشتم، دوست دارم به دوستان خودم اعلام کنم که چه زمانی رو من از دست دادم وقتی که با اونها نزدیک نبودم و از این همه برکت فکری اونها نتونسته بودم طی سالیان دراز استفاده کنم. دقیقا همین احساس نسبت به صحبتهای خانم تونکاگونی که فکر میکنم همه الان بعد از پشت سر گذاشتن اون دهه روب و وحشت دهه 60 این احساس رو دارن نسبت به عزیزانمون که طرز فکرامون اصلا هیچ نقشی تو این قضیه و این احساسمون نداره. خیلی خیلی برکت بزرگی بین ما داره اینجوری تقسیم میشه. یه نکته قانونی دغدغه ذهنی منه که کوتاه در میون بذارم. دوستان ما، اونایی که کمی به اصطلاح موضع‌گیری های رادیکال تری دارن، معمولا اصلاح طلبان رو متهم میکنن که چرا نسبت به دوره خودتون فقط اشکافات قانونی رو در نظر میگیرید. این ایراد درسته. شما بیان نسبت به دهه 60 که این اشکافات بوده نسبت به گروه های دیگه در نظر بگیرید. بنده نمیخوام از اصلاح طلب دفاع کنم، چیز نیستش، ولی من میخوام اینو یکم عقب‌تر ببریم. اما دوستان عزیز، همین دوستان ما، همین خود ما که تو اون دوره زیر فشار بودیم، معمولا یه دوره عقب‌تر رو امتنا میکنیم. یه دوره عقب‌تر که بود محاکمه وابستگان رژیم سابق. همه وزیر و وکلایی که محاکمه شدن بدون حضور وکیل، بدون تشریفات دادرسی، یه دفاع ماهوی از خودشون داشتن. اونا میگفتن که آقا ما تو شکنجه های ساواک که دخالتی نداشتیم. ساواک زیر نظر مثلا وزارت کار یا وزارت آموزش پرورش که فرخ رو پارسا اولین زن وزیر اعلام شد بعد انقلاب، انجام وظیفه نمی کرده. شما به یه اتهام میتونید ما رو محاکمه کنید؟ سکوت در مقابل جنایت، این دفاع درست بود. گفتم شما به اتهام سکوت در مقابل جنایت ما رو محاکمه کنید، ولی به ما اجازه وکیل بدید. ببینید هیچ کدوم ما این دفاع اونها رو نشنیدیم. ببخشید از ما در دهه 60، ببخشید در دهه 70 و اکنون در دهه 80 رسید. پس خواهش میکنم این اشتباه تاریخی رو که ما بگیم اصلاح طلب ها، همه ما در ایجاد این شرایط سهیم بودیم، دخیل بودیم، بگذاریم اشتباهمون رو اصلاح کنیم. خیلی ممنونم.